دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان، جلسه 13 خود رو امروز عصر یک شنبه 9/6/1359 آغاز میکنم. در جلسات گذشته متهمین تا ردیف 11 به دفاع از خود پرداختند و اکنون نوبت میرسه به متهم ردیف 12 علی نادری که از ایشون میخوام بیان پشت تریبون. آقای نادری، خودتون رو معرفی کنید. علی نادری، دارای شناسنامه شماره 513 صادره تهران، متولد 1301، از شرکا و صاحب امتیاز سینما رکس آبادان. شما در چه تاریخی امتیاز و پروانه سینما رو تحصیل کردید؟ در چه سالی بود؟ تجدید پروانه آخری است مورخه 18/2/57. تجدید نه؟ بله. شروع کردید؟ چه زمانی تحصیل کردید؟ 24 سال قبل. 24 سال قبل. شما تحصیلاتون چقدر هست؟ دیپلم قدیم هست. از موارد اتهامی مطلع هستید؟ بله. مجدداً خلاصه اتهامات به شما تقدیم میشه؟ بله، خواهش. به شرحی که در کیفرخواست صادره آمده، آقای علی نادری اهل تهران، ساکن آبادان، مسلمان، تبعی ایران، صاحب امتیاز و دارنده پروانه کسب سینما و یکی از مالکان و مسئولین سینما رکس، متهم است به اینکه با عدم رعایت مقررات ایمنی و عدم تجهیز سینما از نظر امکانات ایمنی و نگماشتن اشخاص واجد صلاحیت برای انجام تکالیف حفاظتی و نیز با ترک سینما در تسهیل قتل تماشاچیان سینما معاونت کرده است. این خلاصه اتهام شماست. از خودتون دفاع کنید. با اجازه جناب ریاست محترم دادگاه، اول باید یه خود شمه از وضع زندگی خودم شرح بدم، چون این هم همه مربوط میشن به وضع دفاعیت. اجازه میفرمایید؟ شما سعی بفرمایید که اینها رو خیلی خلاصه بگید و اون چیزی که مربوط دادرسی هست بیان کنید. اگر احیانا مطالبی هم اضافه دارید در آخرین دفاع فرصت براتون هست. الان راجع به اتهام صحبت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا کمکم کن که در این دادگاه اسلامی جز حقیقت و راستی چیزی نگویم، زیرا به خدا و حقیقت جز راستی چیزی نمیدانم. جناب آقای ریاست محترم دادگاه، قضات محترم، اهالی محترم آبادان، مدعوین محترم، همونطور که اطلاع دارید انقلاب ایران به سرعت در حال پیشرفت بود و مملکت در هرج و مرج. آتش زدن سینما رکس به اعتراف تمام اهالی محترم ایران توسط عمال و رژیم سابق، اوج احساسات ملی اهالی آبادان را زیاد از هم گسترش داد و دولت وقت که از این ماجرا سخت در تکاپو بود و به وحشت افتاده بود، اومد مدیر سینما، کارگرای سینما، کارمندای سینما را گرفت و به زندان افکند. من هم که در تهران بودم، آمدم با آبادان و مراجعه کردم به کلانتری که از جریان وضعیت مطلع بشم. منم گرفتن و دستم و بستن و انداختن گوشه زندان. هر چه تلگراف زدیم، کمک خواستیم که بابا آخه ما رو چرا بی جهت گرفتیم زندان کردیم، هیچ کسی گوش به حرف ما نداد. بلندگوهای استعماری دولت وقتم مانند سناتور موسوی اومد در مجلس سنا گفت سینما رکس دارای نواقص بوده و الو بلوف. خلاصه طوری وانمود کردن که این سینما هیچی نداشته، در صورتی که اصل جنایت منتهی به خودشون میشده. 6 ماه تمام در زندان بودیم، خیلی مشقت کشیدیم،
با این سن سالمون در این گرما. تا اینکه انقلاب ایران به ثمر رسید، در 22 بهمن در زندان‌ها گشوده شد. من هم مانند هزاران زندانی دیگر که از زندان مرخص شدن، روانه تهران پلو زن بچه‌ام شدم. 7-8 روزی که گذشت، نامه ای نوشتم به جناب آقای وزیر دادگستری، به جناب آقای وزیر کشور مرحوم آیت الله طالقانی، و به اتفاق خانمم شخصا رفتیم در اتاق اینها و این نامه ها رو دادیم و ضمناً تظلم کرده بودیم که بابا این ظلم و ستم بر ما شده، ما رو بیگناه گرفتن، کردن تو زندان، اینم عاقبت کارمونه. و ضمناً این رو بدونیم که ما از زندان فرار نکردیم، ما هیچ گناهی مرتکب نشدیم. این آدرس خونه، شماره تلفن ما، هر مقام مسئولی از مملکتی و قضایی هر موقع ما رو لازم داشتن، این آدرس کامل ماست. این گذشت تا تقریبا 3 ماهی گذشت. یک روز از زندان قصر اومدن دم منزل و ما رو احضار کردن. فرداش عروسی دخترم بود. ازشون، از اون پاسدارا، خیلی پاسدارای مؤدبی بودن، خواهش کردم که ممکنه شما به من اجازه بدید که من فردا عروسی دخترم بشه، بعد پس فردا بیام. ایشون هم همچون قیافه ما رو که دیدن و اینها، خودشون همه رو خوندن، گفتن که آقای نادری شما عروسی دخترتون رو بکنید روز شنبه. اون روز پنج شنبه بود، روز شنبه شما بیاید زندان قصر. منم روز شنبه ساعت 9 بلند شدم، رفتم زندان قصر، خودم رو معرفی کردم. از اونجا 1 ماهی بودم و ما رو فرستادن به اینجا در زندان کمیته آبادان. 24 روز در زندان کمیته بودم. نامه نوشتم جناب آقای زرگر، اون موقع دادستان انقلاب بودم. ایشون که بابا من والا بیگناه با این سن و سال تو این گرما اینجا معطلم، تو رو خدا یه کاری بکنید که من وضعیتم روشن بشه، ببینم تکلیف من چیه. ایشون نامه نوشت، یعنی با آقای سباقیان که اون موقع بازپرس انقلاب بودن، دستور دادن و از من بازپرسی کردن. و آقای بازپرس بعد از چند کلامی که از من بازپرسی کردن، قراری برای من تعمیل کردن. متاسفانه موقعی که این قرار رو برای من صادر کردن، پرونده تا من خواستم اینو تعمیل بکنم رفت اهواز و آقای ستاریان اون موقع مثل که دادستان کل بودن، پرونده رو خواستن و پرونده موند اونجا. به هر جهت من 23 ماه تقریبا الان در زندانم. این بود وضع زندگی ما تا اون موقع. حالا که الحمدلله دادگاه تشکیل شده به خواست خدا، و امیدواریم که به حق و حقیقت به این فاجعه بزرگ رسیدگی بکنم. آقای نادری، شما به غیر از سینما رکس آبادان؟ من هیچی در دنیا ندارم، یک وجب تو این مملکت و این خاک خدا هیچی ندارم. قرض دارم و اینا همه شاهده، هیچی ندارم. هر چی درباره من گفته، من الان اگر برادر و خواهر من 12 تا نداشتم، الان زن و بچه من گرسنه بودن. به تمام مقامات مملکت هم نوشتم بیاید کاوش بکنید زندگی منو ببینید. من آقا تقریبا با تمام این زحماتی که 57 سال کشیدم، 45 سال من این سهم سینما رو داشتم، با اوش زندگیشو اداره میکردم و هیچ تمایلی هم نداشتم. به همون قانع بودم که اینم اومدن این بیشرما آتی سر. شما که اینجا رو عملا به دیگری یا دیگران واگذار کرده بودید، خودتون چه میکردید؟ من خودم همینطور، هیچ، من چون آدم تمکاری نبودم، فقط به درس بچه‌هامو اینا میرسیدم، هیچ کاری بنده نداشتم. یعنی عملا در سینما حاضر نمیشدید، دخالتی نداشتید و فقط به درس بچه‌ها میرسیدید؟ شما عملا در سینما نقشی نداشتید، دخالتی نداشتید؟ بنده وکالت داده بودم. در اداره اونجا؟ بله. این بود تا جریاناتی که خدمتون عرض کردم. حالا ما میپردازیم به اصل اتهاماتی که جناب آقای دادستان دادن. همونطوری که اطلاع دارید، هر سینمایی در ایران بخواد مشغول کار بشه، باید پروانه کار دارید. پروانه کارم به این ترتیب صادر میشه که یک کمیسیونی هست در اداره فرهنگ و هنر به نام کمیسیون نمایشات، مرکب از نمایندگان شهرداری، فرمانداری، شهربانی، آتش نشانی، البته سازمان دفاع غیر نظامی و خود فرهنگ و هنر. اینها میان سینما رو بازدید میکنن، ورانداز میکنن. اگر نواقصی داشت که میگن نواقص ما رفع میکنیم، اگر نواقصی نداشت تایید مینویسن. بعد اون وقت فرمانداری، سازمان دفاع غیر نظامی هم باید بیاد سینما رو ببینه، از نقطه نظر امنیتی و ایمنی سینما هم اونها به قول خودمون تایید بکنن. بعد این تایید روی اون تایید گذاشته میشه، فرستاده میشه در تهران در شورای عالی وزارت فرهنگ و هنر، از اونجا پروانه کار صادر میشه. و اتفاقا تمام این موضوع هم در پرونده سینما رکس منعکس در خدمتون هست
و پروانه سینمایی که برای سینما رکس ساده شده تقریبا 4 ماه قبل از آتش سوزیه. و ضمناً 8 ماه قبل از آتش سوزی سینما یک کمیسیونی آمد در سطح عالی برای درجه بندی سینماها در تمام نقاط ایران برای افزایش قیمت بلیت. اینها آمدن سینماها رو بازدید کردن و هر سینمایی که مطابق درجه بندی خودشون بود بهشون گواهی دادن و سینما رکس درجه دو قرار دادن و قیمت بلیت های ما هم از 2 تومان به 4 تومان ارتقا پیدا کرد. در واقع تمام وضع ایمنی سینما از هر حس در اونجا تایید شده و در پرونده هم مضبوطه. جناب آقای داستان در یک گوشه از ادعانامه خودشون راجع به لوله کشی آب سینما توضیحاتی دادن. سینما رکس وقتی که دستگاه های تهویه را آورد، برای اینکه دستگاه های تهویه برج خنک کنندش نرسیده بود، ما یه تقاضای کردیم از شهرداری و این لوله آب اضافه گرفتیم برای اونها و این لوله آب تقریبا یک سالی برای ما مصرف داشت تا اینکه برج خنک کننده کولرها رسید و تقریبا به قول خودمون 3 سال تمام دیگه اون لوله آب رو ما ازش استفاده نکردیم و در شهرداری قبوزاتش هست که همش رو صفر بوده و ما پول اون دادیم. لوله اصلی سینما لوله سروب انجیز که اون موقع هم اینها آب نداشتن و ما نمیتونستیم ازشون استفاده کنیم، پمپ آبی گذاشتیم که الان در گیشه بلیط فروشی هستش. و سینما رکس در تمام ایران شاید نمونه باشه، تنها سینمایی بوده که دور تا دور سالن سینماشو لوله کشی آب کرده. 4 شیر آب هست، چپ و راست، جلو پرده، سالن انتظار، اتاق آپاراتخونه و این ور سالن انتظار. و شلنگ‌های آب هم هر کدوم به مقدار 40-45 متر، تمام کسانی که اومدن سینما رکس همه شاهدن، 45 متر این ور، 45 متر این ور. و حتی در سالن انتظار یه شلنگی ما داشتیم که زیر اتاق آپارات به لوله آب بسته بوده و اون پشت صندلی‌ها انداخته بودیم. این بود جریان لوله آب و وضع آب سینما. راجع به کنترل ها، همونطور که خودتون اطلاع دارین ما 4 کنترل داریم که اینها یکیشون آقای کاظم حویزاوی هست، یکی علی احمدی، یکی قربان مخصوص سالن انتظار، یکی هم آقای پایان سرایدار سینماست که اینا هر شب در سینما بودن. حالا اگر اون شب نبودن اون گناهش دیگه گردن من نیست، خودتون باید ازش سوال کنین که چرا نیستن، چرا نبودن. هیچ گناهی در این باره من ندارم. چند روز پیش از حادثه اونطور که آقای رمضانی فرمودن، آقای فرماندار اومدن سینما رو بازدید کردن. سینما داره یه نواقص بوده، یک لامپ کوچولو مال لامپ های قرمز چیز که مدیر سینما عوض کرده. جناب آقای داستان فرمودن که آقای قهرمانی رئیس سازمان دفاع غیر نظامی 1 روز قبل از آن سینما رو بازدید کردن، راجع به نواقص سینما تذکر دادن. 1 روز قبلش جمعه بوده و ایشون خودشون هم اظهار می‌دارن اصلا کسی نیامده که سینما رو بازدید کنه. و به طور کلی میخوام بگم هر نواقصی که مقامات دولتی به ما گفتن در اسرع وقت ما اون را تهیه کردیم و رفع کردیم. حال هرگاه نواقصی موجود بوده که به عقل ما نرسیده، گناه ما نیست، گناه اونهاست که به ما نگفتن. باید میگفتن ما در سینما رو میبستیم، در سینما رو میبستیم. یعنی اگر یه نواقصی بوده که شما با اینکه آدمیست که سینمادار هستید و کارتون اینه، فرض یک مأمور دولتی نیامد به شما بگه، یا همونطور که سابقا همه میدونیم یک مأمور دولتی برای کار میومد با چایی و بستنی و کانادا و تشریفات برگزار میشد، زیاد هم توجه نمی کرد، بعد برمیداشت می نوش مثلا سالمه. اگر یک مأمور دولت این کار کرد، شما به عنوان یک انسانی که یک سینمایی رو که هر ساعتی که بازه از و فیلمی نمایش می زارن 400 نفر در اونجا شرکت میکنه تقریبا، شما چطور اینو میپذیری که اگر نگفتن پس به گردن اونهاست؟ من کسی بود به گردن خود شما هم هست. بله. ببینید ولی اجازه کنید آقای نادری. خواهش می‌کنم. یه وقتی به شما برنامه داد، اصلا این بازرس برای چیه؟ بازرس برای اینه که بیاد ببیند که آیا این برنامه‌ها را شما عمل کردید یا نه. بله.
شرایطی در باره سینما و ایمنی سینما هست. این نوشته شده در اینجا هم در پرونده موجوده. بله. موادی هست در اینجا. اون وقت درباره این موادی که درباره ایمنی سینماست شما باید خودتون اصلا 10 سال هم بازرس نیاد. خودتون باید به اون مواد عمل کنید، اون شرایط رو در محیط سینما ایجاد کنید. و اگر ایجاد نکردید شما مقصره. بله. حالا اگر بازرسی هم آمده و نگفته اونم مقصره. بله. ولی اصلا بازرس هم نیامده بود. شما باید میگفتید چرا بازرس نیامده؟ میخواست بیاد به من بگه. این نمیشه که. 100 بار به آدم نمیگن که. بله. سینما یه قانونی داره، یه برنامه داره، میدن به دست سینمادار باید بره عمل کنه. اون بازرس هم میاد به خاطر اینکه ببینه این عمل شده یا نه. شما اینطوری که جناب آقای دادستان اینجا اون روز گفتن، اون آیین نامه سینماداری و شرایطی که باید در سینما ایجاد بشه عمل نکردید، اینا را به اینا جواب بدید، نه اینکه اونا نگفتن منم عمل نکردم. حضور مبارکتون عرض کنم که تا اونجایی که ما مقدور بوده در وضع و بهبود ایمنی و همه جانبه سینما کوشیدیم و سینما رکس مطابق تمام اذعان تمام مردم آبادان از بهترین و مجهزترین سینماهای آبادان بوده. دارای هیچ نواقصی هم تا اون موقع که سینما آتش گرفته نبوده. آقای نادری، شما حق مدیریتی که ماهیانه دریافت میکردید چقدر؟ بنده از سال 27 سال قبل برای تهیه فیلم و اینها عبور ایاب و زاب و اینها ماهی 1000 تومان میگرفتم از اون موقع برای ایاب و زاب تهیه فیلم و بساطه. آخرین درآمد ماهیانه شخص شما از سینما رکس چقدر بوده؟ با حق مدیریت رو حضورتون عرض بکنم تا موقع که بلیت ها 2 تومن بوده ماهی 5000 تومان یا 6000 تومان یا 7000 تومان، وقتی بلیت افزایش یافت شد 10 تومن، 8 تومن، 12 تومن به تفاوت. شما مواردی رو که اینجا به عنوان تخلف نوشته، یعنی شرایطی رو که باید رعایت میکردید و نکردید، من نام میبرم. بله. شما ببینید کدوم ها رو رعایت کردید. بله. و کدوم رعایت نشده. اولا اوضاع احوال اون زمان امکان وقوع چنین فاجعه ای رو، حالا نه در این ابعاد، به هر حال آتش سوزی رو هشدار میداد و به شما اطلاع داده بودند که سینما احتمالاً در معرض آتش سوزی خواهد بود. بعد از این اطلاع شما چه کردید؟ من در البته در تهران بودم، هیچ اطلاعی ندارم که من خبر داده باشن که سینما دچار آتش سوزی نبودید شما. بله، من در تهران بودم. آقای فقط نبودید بالای سر سینما برخلاف مقررات. بله. و آیین نامه‌ای که در این مورد تدوین شده بود شما در سینما حضور نداشتید و بله. فقط برای گرفتن اون به اصطلاح منافعش می آمدید. نوشته شده که آکوستیک ها باید نسوز باشه. بله. و در حالی که اینها به قول معروف بسوز بوده و ایجاد گاز کربونی کرده. بله. و یکی از احتمالات این هست که عده زیادی از تماشاچیان که شهید شدن قبلا خفه شده بودن. شما در این مورد اقدام کردید؟ حضورتون عرض کنم که تمام سینماهای ایران همشون مجهزن به همین آکوستیکا و تا حالا ما آکوستیک بسوز بهمون اعلان نکردن که اینا رو جمع بکنید آکوستیک بسوز بذارید. نسوز بذارید. شما در مورد نصب چراغ‌های اضطراری چه اقدامی کردید؟ نصب چراغ‌های اضطراری تمام مرتب و منظم بود. به تصدیق چیز پروانه. تمام مرتب و منظم بود. 5 تا چراغ پایین تمام منظم بوده، مال اطراف تمام منظم بود. شما تابلوی اعلام خطر رو نصب کرده بودید؟ اعلام خطر ما چراغ‌های چیز داشتیم که هر وقت برق می‌رفت، فوری چراغ‌های برق چیز روشن می‌شد. بله. چراغ روشن شدن اعلام خطر نیست که آقای نادری. اعلام خطر که هیچ سینمایی نداره. نگفتن ما میدونید برای چیه؟ ما خودمون که اطلاع نداریم که، ولی باید خب میگفتن که اینطور چراغ بذارید. ما هنوز هیچ سینمایی ندیدیم اینطور چراغ بذارید. لابد این داره از شرایط میخوایشون برای شما. اعلام خطر برای اینه که یه وقتی خطری بود فوری بفهمن مردم بیان بیرون.
میدونید که درب خروجی بله. اصولاً برای خروجه بله. که ظاهراً هیچگاه از اون دربی که پشت بوفه بود از اونجا خارج نمی شدن و این مسئله رعایت نمی شد. حالا ما اون رو درب اضطراری تلقی می کنیم. آیا شما سر می زدی ببینی که این در که در راهروهاش، یعنی در این در مسیر این راهروها شیشه های پپسی ریختن، جعبه ریختن، اگر اتفاقی بیفته امکان هست از اون در استفاده بکنن یا نه، قفل اون در کلیدش کجاست که اگر نیاز شد برن قفل رو بردارن در رو باز کنن؟ به این مسئله توجه داشتید که به هر حال از این در باید استفاده بشه و طوری بوده که قابل استفاده نبوده؟ اینطوری که مدیر داخل سینما میدونن این در همیشه باز بوده، یه چنگک همینطوری انداخته بودن پشت سرش و این شیشه های پپسی اینا هم در موقع هجوم مردم بوده که اتفاقی که افتاده بوده نتونستن اینور اونور برن، اینا وارو شده. همه کسانی که شهادت دادن بلد. شهادت دادن که این در هیچگاه باز نمی شده، همیشه قفل بوده، ازش استفاده نمی شده و اون شیشه ها و جعبه ها که بوده یه به اصطلاح غالبا اونجا بوده و اینطور نبوده که اصلا اینطور چیزی موقتا یا به علت اوضاع احوال خاصی اونجا گذاشته بود. ایشون کارگرای سینما هستن، اون بوفچی سینما هم هستن، ازشون اصلا یک نفر بلد. از درب اضطراری اون شب خارج شده؟ اون من اطلاع ندارم، نمیدونم. میدونم شما فکر نمیکنید که چطور شد که این همه افرادی که سینما اومدن؟ بله. اینا همشون هم آبادانی بودن. معلومه. بیشترشون حالا چند تا ممکنه تو این 400 نفر چند تا غریب باشه. اینا راه سینما را بلد بودن. اینا سینما رکس برای اولین بار نیومده بودن. اینا میدونستن در اضطراری کجاست، در همیشگی کجاست، از کجا باید بیان بیرون، از کجا باید برن. پس شما فکر نمیکنید چطور شد این از در اضطراری یک نفرم بیرون نیومد؟ چرا؟ اینا میخواستن اونجا بسوزن؟ ولی اون اطلاع ندارم، نمیدونم چطور شد. اطلاع ندارم جواب نمیشه. شما کارگرانتون چطور این در اضطراری رو باز نکردن و فریاد نزدن که آقایون خانم ها بیاید از همین در اضطراری خود بیاد بیرون؟ صبح مگه نیدید اینجا شاهد عینی گفت یه خورده مردم از فشار هم دیگه ماندن سوختن یه خوردهش، یعنی اینقدر عجله داشتن بیرون بیان. اگه راه بود اونا بیرون نمی اومدن. آی نادری، با وجود اینکه مباشرت شما در سینماداری شرط بوده، یعنی خودتون باید هر روز حاضر می شدید نظارت می کردید، شما توضیح بدید که چگونه برخلاف مقررات این سینما رو عملاً به دیگری یا دیگران واگذار کردید؟ واگذار نکردم من به کسی. جا هست که شما وکالت دادید و این وکالت هم همونطور که در کیفرخواست اومده متاسفانه برخلاف قانون یعنی توجه نشده و مقبول واقع شده و مدیریت سینما رو به آقای اسفندیار رمضانی شما واگذار کردید و باز در کیفرخواست آمده که این واگذاری برخلاف مقررات و آیین‌نامه‌های سینماداری بوده که مباشرت شما رو قید می‌کرده. من عقلم نمی‌رسید به این موضوع که یعنی من نتونم وکالت نامه بدم. اگر عقلم می‌رسید این کارو نمی‌کردم. عقلت نمی‌رسید یعنی شما نمی‌گفتی که باید من که مدیر سینما هستم حاضر باشم در سینما خودم، مسئولیت رو من قبول کردم؟ سینماست با تمام افرادی که هر روز شاید 2000 نفر به سینما مراجعه کنن، مسئولیت اونا. اصلا شما بیمه کرده بودید این سینما رو؟ بله. کی بیمه شده بود؟ تقریبا 4-5 ماه قبل از آتش سوزی. خب برای چی بیمه شده بود این سینما؟ بله. برای چی بیمه میکنن سینما رو؟ که ایمن باشه از نقطه نظری. یعنی چه ایمن باشه؟ یعنی اگر آتش گره ما بتونیم اون پولی که خسارت بهمون وارد اومده از چی؟ اگه مردم آتش گرفتن چی؟ اونم همینطور. و شما راحت بودی از اینکه مردم آتش گرفتن خسارتشو از بیمه میگیری؟ نه خیلی مثل میگم ولی من هیچ وقت بیمه بگیری شما باید میگرفتی یا آقای رمضانی باید میگرفت؟ بیمه رو سینما شرکت بوده. شرکت میدونم به نام شما میدادن یا نام ایشون میدادن؟ به نام شما مسئولیتشو پذیرفته بوده دیگه. بل. چطور شد این مسئولیت به این بزرگی رو همطوری با وکالت رفت تهران راحت نشستی؟ عقلم نمی‌رسید. و هر ماه آمد عقلم نمی‌رسید رو ما نمیتونیم قبول کنیم، دادگاه نمیتونه پذیره. شما صغیر نبودی؟ باید اون مقاماتی که این به قرار اول سینما نبود شما برادر.
شما سال اول نبود که سینما داری میکردی؟ 28 سال به قول خودت سینمادار بودی؟ بله، اینو من عقلم واقعا نمیرسیده و اگر میرسید این کارو نمیکردم، امکان نداشتش. سینما نزد چه شرکتی بیمه بود؟ سینما شرکتی مثل که آسیا. شما هر چند وقت یک بار سر میزدید ببینید که این سینما چه خبره و چه نقایصی داره به عنوان صاحب سینما؟ بله. هر چند وقت یک بار شما سر میزدید؟ دو ماه، یک ماه، سه ماه. بله. شما وقتی این سوال از شما شد پاسخ صحیحی ندادید. شما مسلماً در تهران یا شیراز که میرفتید بیکار نبودید. شما در اونجا به چه کار دیگری مشغول؟ شیراز؟ من اصلا یک سفر فقط به عمر شیراز رفتم. پرونده شما هست که اغلب در تهران یا شیراز بودید؟ اصلا یک سفر من فقط به عمرم به این قرآن شیراز هست. در تهران چه میکردید؟ در تهرانم هیچ کاری نداشتم. تحقیق بفرمایید. هیچ. یعنی بیکار بودی؟ ابدا. هیچ کاری نه. من اصلا در زندگی چند سال هست که شما به این طریق کاری نداشتید و بیکار بودید؟ چند سال بود که شما به کاری نپرداخت و در تهران مشغول در واقع بیکاری؟ من در زندگی می آدم قانه و بسازی بودم. با همین 7-8 هزار تومان که گیرم میمد زندگی میکردم. هیچ کاری هم به هیچ کار هیچ کسی نداشتم. شما یه چند سال بودید؟ این چند سال بود که شما این سینما رو رها کرده بودی در تهران؟ 7 سال رفتم. 7 سال بود و هیچ کاری نمیکردی؟ نه هیچ.